عزم و منم اون شوخ و گل و برگ درختت، کتم و من آویزون کرده بودم به بند رختت. بیا با گزارش غلام قیا نور، اگه با ما نیای تو پشت پا زدی به بخته. بله بینندگان عزیز، در این دم عیدی مقام عظما در یک اقدام استراتژی دو تا قرص درخت کشتن که خیلی اقدام خوبی بود. به سطح شهر میریم تا ببینیم امت همیشه در صحنه نظرش در رابطه با این موزی چیه. با ما بیاد، خیلی خوشحال شدیم. دم عیدی. بله آقا، شما میشه خودتون رو برای بینندگان عزیز ما معرفی کنید و بگید چند سالتونی؟ بله، من نهال شتپور هستم که 30 ساله مقام عظما من اینجا کاشتم. چه جالب، شما درخت چی هستی؟ من درخت زردالو بودم وقتی منو کاشتم، ولی تو این فتنه های اخیر شفتالو شدم. اینم از کرامات مقام عظماست. اوه، بعد اینجا کی بهتون آب میده؟ والا روزای اول خود مقام عظما به هم آب میدادن، ولی از اونجا که اینجا یه جای دور افتاده است و در جریان فتنه های اخیر، الان دیگه ملت همیشه در صحنه میان منو آبیاری میکنن. بینندگان عزیز، همونطور که میبینید یه برادر بسیجی زیر همون درختی که مقام عظما کشته همینجا نشسته. میخوام نظرشون رو در رابطه با این اقدام مقام عظما در حوزه بین المللی و داخلی بپرسم. برادر بسیجی، نظرتون چیه؟ اصلا من اول خدمت خود مقام عظما سلام میکنم، بعد درود میفرستم خدمت خود مقام عظما، از اون طرف عید و تبریک میگم به همه خود مقام عظما. اینا همه کنار، همونطور که میدونید این درختکاری بحث نمادینه و استراتژیک که خود مقام عظما ترتیبش داده. میشه بیشتر توضیح بدید برای ما و بینندگان عزیزمون؟ بله خواهش میکنم. به نظر من این درختکاری این فتنه های اخیر هست، آشوب هایی که بوده، خدا این بحث رو گرفته کامل چی خوابونده. دشمنان این بار شکست سختی خوردن، کامل شکست خوردن، این بحثشون کامل منتفی. این بحث درختکاری هم که خود مقام عظما کرده یه بحث استراتژیک معنوی عرفانی. الان من شما خودت مجسم کن پیش خودت، مقام عظما، درخت، آفتابه، چی تو نظرت میاد؟ آفتابه، مقام عظما، پوش درخت. نه نمیخواد بگی، نمیخواد بگی، نمیخواد بگی. هر کی واسه خودش یه تداعی میکنه. اما این به لحاظ عرفانیش بود که گفتم. اما به لحاظ سیاسیش مقام عظما با این کاری که کردن تمام این فتنه‌ها و آشوب‌ها رو تخت گرفتن، گرفتن چون خوابوندن. یعنی از این به بعد هر کی میخواد بیاد تو خیابون فتنه بکنه، آشوب بکنه، میخوره دنگ. از این خواص هم میخواد باشه، میخوره اینجوری دنگ دنگ دنگ، میخوره به این درخته، میخوره به این درخته. آدم نشد یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار نشد، میبندیش به درخت. نشد همچی میکنمش روی این درخته. یه چیزی به ذهنم زد، نکنه یه وقت دشمنای نظام بیان ریشه درخت رو از ته بکنن، اون موقع چی میشه؟ از ریشه درخت رو بکنن، یعنی برش دارن ها. اینکه حالا اینم یه جور بازم این حتی که من باز دوباره یه راهکار داده گفته درخت بکنه، من نمیدونم اصلا با دوباره تو خماری اینو گفته، من نمیدونم. آقا قطعش کن، قطعش کن بابا، معلومه درخت نمیشه جلو این کارا رو گرفت. قطعش کن، قطعش کن آقا، نمیخوام. خب چی میگی تو؟ برو قطعش کن اینو بابا. یه جوون شاخ شمشاد از همونایی که مقام عظما با کشتن این درخت میخواست بهش رویه بده اینجا نشسته. شما شنیدین که مقام عظما دو قرص درخت در آغاز عید کاشتن برای رویه دادن به جوونا؟ جدی میفرمایید؟ واقعا خیلی خوشحال شدم، واقعا خیلی خوشحال شدم، اصلا روحیم خیلی رفت بالا، خیلی رفت بالا. الان یکی از اون بالا روحیه منو بندازه پایین. واقعا روحیم رفت بالا. من یه لحظه احساس کردم همه مشکلاتم حله. همین مثلا من مشکل مسکن داشتم، خب الان مثلا کفتر میرم بالای درخت لونه میسازم، یعنی حله. یا مثلا مشکل پوشاک برای عید بچه‌ها هست، خب من برگ درخت هست، بهترین پوششه، بهترین پوشش. یا مثلا میوه الان میگن گرونه، خب درخت میکنی میوه بده، امسال نده، سال دیگه نده، 20 سال دیگه. خلاصه یعنی میخوام بگم که درخت خیلی مفیده. من اصلا یه چشم اندازی رو تو زندگیم نمیدیدم، هیچ چشم اندازی رو. الان میرم خب بالای درخت راحت همه چشم اندازو کامل میبینم. یا خودم اصلا ناامید شده بودم از زندگی، میگفتم چجوری به زندگیم خاتمه بدم. خب مقام عظما درخت کاشته، میرم از بالا خودم پرت میکنم، با مخ میخورم زمین، خیلی تشکر میکنم. نشد، خودم اون بالا آویزون میکنم. نشد، تنه درخت میدم دست یکی، میگم محکم بکوبه تو سرم، دستشون درد نکنه. واقعا مقام خیلی متشکرم، خیلی ممنون. خواهش میکنم. نه وایسا، وایسا دارم صحبت میکنم. چه خیلی متشکرم، دارم صحبت دارم میکنم، دارم میگم مقام عظما درخت کاشته، ما هم درخت میکنیم. همه گوش کنن، پیرمردی پیرزنی هر کی هستی واسه خودتی باید درخت بکنی. مقام عظما درخت کاشته، من 30 سال دارم درخت میکنم، هیچ چیزی نمیدونم. دعوتو درخت بکنی. مسئولین نظام بدانن، مسئولین تری بلا کل درختات کن، یعنی قانون صداتون نمیشد. درخت بکنی، همه حالا درخت بکنی. شده واسه ا
ببخشید آقا، شما دارید چیکار میکنید اینجا؟ والا دارم به شباهت های درخت و مقام عظما فکر میکنم. مگه شباهت های هم همدیگه دارن؟ گرفتی ما رو آقا. شما دقت کنید، درخت خودش ریشه داره، مقام عظما ریش داره، دو تپه. درخت شکوفه میزنه، مقام عظما هر شب بعد از بساطی که دارن شکوفه میزنن روی. حالا بیشتر از این نمیخوام بگم. عرض کنم که درخت تنه داره، مقام عظما کنه داره. عرض کنم که درخت کرم میذاره، مقام عظما کرم میریزه. عرض کنم خدمتتون که درخت شاخه داره، مقام عظما خودشون شاخ میزنه. میخواستم بدونم شما تا حالا به تفاوت مقام عظما و درخت هم فکر کردی؟ والا به تفاوتاش هم فکر کردم، به تفاوتاش هم فکر کردم. درخت یه سایه ای داره، یه میوه ای میده، خلاصه آدم میشینه زیرش یه صفایی میکنه. مقام عظما این شلم شرتی بی هویت بی بوته هیچی نداره. عرض کنم خدمتتون چیزای دیگه هم هست اگه بخواید، بی وجوده. عرض کنم بازم هست اگه بخواید، من در خدمتتون میتونم تا آخر شب بشینم براتون از تفاوت های درخت و مقام عظما بی ریشه ترین آدم روی دنیا. خیلی خوشحال شدم مصاحبتتون. بله بینندگان عزیز، همینجا دیگه بحث این گزارشی بود از درخت‌کاری مقام عظما و تاثیرات اون در سطح شهر. تا گزارش بعدی، غلامرضا قیانوری از شما خداحافظی میکنه، شاخه مرکزی درخت، غلامرضا قیانوری.